با سلام، دوشنبه 20 تیر ماه 1401 هست. در کتاب فروشی فرهنگان فرشته هستیم. این مجلس رو که یکی از شبهای بخارا است به مناسبت رونمایی از مجموعه هشت جلدی ایران من اثر استاد از من جناب آقای دکتر رضا منصوری برگزار ابتدا تشکر میکنیم از دکتر منصوری به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن، همچنین از استاد ارجمند جناب آقای حسام الدین عرفعی سپاسگزاریم و دو سخنران ما، یک آقای دکتر هادی خانگی، چون امروز روز شیمی درمانیشون بود بنابراین احتیاطا در منزل موندن که از طریق واتساپ با ایشان صحبت خواهیم کرد، همچنین دکتر سید یحیی یسروی هم از طریق واتساپ صحبت میکنیم. دکتر منصوری نیازی به معرفی ندارن، حداقل سه نسل از دانشجویان رشته های علمی که امروز از استادان به نام دانشگاه های ما هستن از دانشجویان ایشون بودن و یکی از شخصیت هایی هستن که کارهاشون در هر حوزه‌ای که در رابطه با علم و تفکر گام برداشتن آثار ماندگاری رو خلق کردن، چه در عرصه تحقیقات و پژوهش های علمیشون که بعد از که دوران دبیرستان رو به پایان رسوندن میدونستن چی کار باید کنن، برای تحصیل رشته فیزیک به دانشگاه وین رفتن، از سال 1972 که دکترای خودشون رو در فیزیک حفظ کردن تا سال 1977 استادیار دانشگاه وین بودن و پس از انقلاب به ایران بازگشتن و در دانشکده فیزیک دانشگاه شریف مشغول تدریس شدن. دکتر منصوری به همراه رومن اولریش سکسل که از دانشمندان برجسته دوران خودش بود نظریه آزمون نسبیت را ارائه کردند. همچنین تحقیقاتی در زمینه گرانش، نسبیت عام، سیاه‌چاله ها و کیهان شناسی انجام دادن که به صورت مقالاتی به فارسی و انگلیسی منتشر شده. سال 58 به ایران بازگشتن و به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی همونطور که اشاره کردیم و یکی از بنیانگذاران پژوهش‌های دانشگاه بنیادی در مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و مرکز نشر دانشگاهی هستند. ایشون هم فعالیت‌هایی در فرهنگستان زبان ادب فارسی داشتن و از بنیانگذاران انجمن فیزیک ایران پس از انقلاب. از سال 61 به مدت 25 سال مدیر مسئول مجله فیزیک در دوران ریاست دکتر نصرالله پورجوادی در مرکز نشر دانشگاهی بودند و از آغاز انتشار ماهنامه نجوم در سال 70 تا کنون مدیر مسئول این ماهنامه بودند و همینطور پروژه های بزرگی که فهرست کارهای ایشون خودش یک برگ‌های زرینی است که دوستان کم و بیش میتونن در جاهای مختلف پیدا کنن و در نشست امروز سعی میکنیم که به بسیاری از اونها اشاره کنیم. فهرست کتاب‌هاشون هست و که برخیش اینجا گذاشتیم برای نمونه. من از آقای دکتر منصوری خواهش کردم که برای اینکه این نسل جدیدی که آمده و میخواد ببینه که این دکتر منصوری با این دانش و علم در چه محیط خانوادگی، در چه محیط فرهنگی شکل گرفته شخصیتش و ما ببینیم که آیا امکان دکتر منصوری شدن برای نسل جدید ما هست و اگر هست بر اساس چه دستمایه های شخصی خودشون که همت بلندشون هست که تردید ناپذیره، اما همه ماجرا به این همت ختم نمیشه. یه مقدار راجع به استاداشون، محیط آموزشیشون، محیط خانوادگیشون که حتما مؤثر بوده، بی تأثیر نبوده شکل گرفتن شخصیتشون صحبت کنن. ممکنه این حرفا برای خودشون تکراری باشه ولی برای نسل جدیدی که حالا اینجا هست و از طریق شبکه مجازی ما رو دنبال میکنه
بسیار حائز اهمیت هستش. بعد به بخش های خیلی تخصصی کار ایشون توسط استاد حسام الدین عرفایی خواهیم پرداخت. رشته کلام رو به استاد دکتر منصوری میسپارم. خیلی متشکر. خیلی ممنون آقای یباشی و ممنون از بخارا. خب میگه برای خودش یک لوگوی خاصی است. من خوشحالم که همچه فرصتی پیش آمد و وقتی که ایشون مطرح کردن که من نکاتی به از این جنس بگم داشتم فکر میکردم که حالا برای خیلی ایشون لطف دارم میگم 20 دقیقه نیم ساعت هر چقدر خواستید ولی خوب من سر میکنم خیلی طولانی نگم. خودم علاقمند بودم صحبت آقای همکارم آقای عرفایی رو بشنم و هم آقای خانوکی آقای یسروی رو. ولی شرف چند سال پیش من گمان میکنم برای مجله داستان بود همشهری یه چیزی نوشتم درخواست کرده بودم عنوانش رو گمان میموشم دالان نور. حالا این عنوان از کجا آمد؟ من وقتی به گذشته خودم برمیگردم تا بگیم 17 سالگی از ایران رفتم و بعد که حالا دیگه سال بگیم 58 که برگشتم و اسفند 58 که ایران برگشتم و از الان این بودن تو ایران توی دوران خاص رفتن و برگشتنم عبور از یک همچین دالان نوری بود. یعنی وقتی که اون سالهایی که تمام 15 سال میشه که در اروپا بودم در دانشگاه بیان حالا جای مختلف کار دقیقاتی و کاری که میکردم آموزشی که میدیدم اتفاقاتی که بعد من افتاد مثل این بود که این دالان عبور کردم که خورد شدم و سه بار دوباره ساخته شدم. این همین تمثیل من دادم از دانشو از مشکلاتشون میگفتن مطرح میکردم. یعنی سه بار آدم دیگه ای شدم نسبت به اون سن 17 سالگی از جان رفتم. یه دالان مثل عبور کردم که نمیدونستم کجا دارم اینم چیکار میکنم. البته با هدف خیلی مشخصی رفتم که مثلا نجوم بکنم در دانشگاه بیان مستقل از اون، ولی الان که نگاه میکنم اصلا متوجه نبودم که چه اتفاقاتی داره بر من میاد و این اتفاقات افتاد. اون دالان نور خیلی دردناک بود، در این حال خیلی لذت بخش بود چون خودخواسته بود و نه فقط اون عبور خودخواسته بود، بلکه من که از زمان که یادم از بچه تا الان تا همین روز که اینجا هستیم هر کاری که کردم با رضایت خودم با تصمیم خودم و با علاقه خودم بود. همیشه کاری که دوست داشتم انجام دادم و یادم نمیاد یه کاری که دوست نداشته باشم انجام بدم، حتما اگر شده خیلی بد بود. و از این جهت هیچ وقت از هیچ کس رو به خاطر مشکلاتی که در زندگی داشتم و دارم مقصر نمیدونستم. همیشه تصمیم خودم بوده و راهی که خودم انتخاب کرده بودم و هر وقت توی سالها که دانشجو از من پرسیدن مثلا فرض کنید که دوباره به دنیا میاد چی کار میکردی بوده اون همین کارا رو کرد. به احتمال زیاد هم نیست رو بادن میکنم برای اینکه بدونید تو چه محیطی بود. از تهران در منطقه که بهش میگفتیم اون زمان میدان اعلام در میدان محمدی پایین خیابان خیام اونجا متولد شدم، اونجا بزرگ شدم. حالا وقتی که از ایران رفتم یکم اونجا دور شده بودم، مثلا بریم طرف شاپور صابر منیر پایین منیریه فرض کنیم و جز یه شهر مثل مشهد هیچ چیزی از ایران ندیده بودم. اونم یک بار زیارت و بعد توی اتوبوس نشستم در 17 سالگی از ایران رفتم و وقتی که برگشتم دیگه از اون دالان نور عبور کردم. اون موقع تهران رو من مطمئنم کسی تو این جمع نمیدم جز آقای شهروی الان میبینم اینجا که میتونن یا خواهرم الان مدرشن جو هستن که بتونن تصور کنن، ولی شهر تهران خیلی کوچکی بود. یعنی شما تصور نمیتونید بکنید کهکشان در بالا پشت بود که ما شب بخوابیدیم در ابتدای بازار تهران یکم 200 متر بالاتر از شمالی تر از میدان محمدیه کهکشان شب قشنگ مشخص بود. به وضوح کهکشان نمیشه دید. الان خیلی بیش از 100 کیلومتر تهران دور بشه که بتونید ببینید. جمعیت وقتی از این تهران من رفتم 3.5 میلیون نفر جمعیت داشت تهران. دیگه یکم بزرگ بود. تهران بود که وقتی من دیپلم گرفتم یعنی دیگه از ایران میرفتم نه فقط دوران دبستان، از دبیرستان رهنما در خیابان منیریه فعلی
برای اینکه برسیم به خیابون وزرای فعلی تا که کامتر بخش فکری است و بخش فرهنگی به سفارت آمریکا در ایران بود حدود از دوستان رفتیم که از آمریکایی بورس بگیریم مثلا از تحت ماهورها عبور میکردیم بعد اونجا هنوز عباسابان وجود نداشت قشنگ تحت ماهورها میرفتیم بعد یه ساختمان بود که همین کام برش فکری فعلی بود یا وقتی که ششم بودم دبستان میرفتیم در یه جایی به اسم جلالیه پاک لاله فعلی اونجا زمین چوبان ارتش بود بازم تپه ماهور بود و کنارش ما مثلا فوتبال بازی میگردیم بازی میگردیم و هر حال اصلا کشور و تهران یه چیز دیگری بود من ششم دبستان بودم که تازه برق برقدار شدیم در منزل نه یخچال بود قبلش رادیو به زحمت داشتیم چون رادیو مکروه بود یکو فوندم مادرم که کسی نبینه تلویزیون که اصلا نداشتیم بزار کنید من بعد کامپیوتر که اصلا هیچی فراموش بکنید یعنی من عیناً این توصیف رو دانشجو میگم که من 800 سال عمرم یعنی زمان سلجوقیان هم سال 405 هجری هم فرق نمیگم با زمان من در تهران بزرگ شدم فقط شاید چراغ نفتی مثلا من گردسوزی یکم جورتر بود ولی یعنی همون زمان بود صبح مثلا جمعه های شطورا کار بار می آوردم کار مصره می دونه اعلام که مرکز بستگان ما بود و شمال یه آدم بار پیاده می کنم برنکره بودم می بردم خب 800 سال پیش هم همین بودی خیلی فهم نمی کنم و وقتی که از اون دالان نور رو بر کردم به ایران آمدم مثل دنیا دیگری بود انقلاب شده بود و یه جمعی ما بودیم که از قبل از انقلاب با هم در تماس بودیم مثلا 52 از اساتید دانشگاه سنتی شریف فعلی آلیامه موقع فکر میکردیم راجع به آینده ایران و فیزیک داریم من سوال از انقلاب اصلا چون چیزی هم نبود که چه بشن که اون ایده ها رو بعضی بشن من مکتوب کردیم اصلا اون موقع بعد از انقلاب که به ایران آمدن یکی یکی محققش کردیم بدون اینکه هیچ دستوری از بالا باشه یا موافقت بالا باشه یعنی عمده کارهایی که بعد از انقلاب در دل ایران فیزیک ایران شد که نمونه شما ایده هایی بود که ما از پایین شروع کردیم و محققش کردیم خیلی جزئیات بیشتر داره که واقعا توی صحبت در آن فرصت هم نیست ولی اگر لازم شد با بلای صحبت رو کار خواهم داشت ولی خلاصش این بود که یه هدفی داشتیم فکر میکردیم حالا یه جمع فرض کنیم 5-6 نفره یه حلقه اصلی یه جمع 20 نفره حلقه وسیع‌تر که بعدا به خود ایران به ما پیوستن از اون همکاران که سال 52 در اول در شرابی گوتریش و بعد هم در تریست ایتالیا ما صحبت میکرد بحث میکردیم این دو نفرش میگن مرحوم شدن نیستن بلی بقیه هستن که حالا فرض کنید که فیزیک دیگه باید چگونه باشه به طور مثال اون مرکز گرم اسمش از پژوهشگاه دانش های بنیادی یا IPM اقتصاد ایده اصلیش سال 53 مطرح شد با یکی از همکارهای دیگه گرم اینا کجاست مثل گلستان این فردی که از آمریکا آمد من بود در بیان بودم طرحش نوشته شد با هم نگاه کردیم اومد ایران با هویدا نخست وزیر وقت مطرح کرد بعد برگشت کردن گفت ولی موافقت شده مدت تحقق اصلیش افتاد بعد از انقلاب که جلسات بعد ایمان اومده ایران تو ایران داشتیم ولی یه ایده بود که چند نفر داشتیم در اروپا بعد به ایران منتقل شد بعد از انقلاب هم شد این چیز گران است به یکی از مراکز به اصطلاح وقتی خارج از کشور بخوام به این مرکز علمی درخشان در ایران استبرن آگه مرس میزنن در اروپایی بعد حالا من وارد مسافر دیگرش نمیخوام بشم ولی همش از این جنس بودن یا مثلا انجمن فیزیک و مرکز نشر دانشگاهی ایده‌ای بود که دو یا خاطرات من در سال 52 بود قبل از انقلاب نوشته شد که ما تو ایران کار باید بکنیم زبان علم باید اینجور بشه اگه ایران بخواد توسعه پیدا بکنه یا اون چیزی که حالا ما اصطلاحا الان بهش میگیم اجتماع علمی یا ساینتیفیک کمیونیتی که محقق میشه در چیزی مثل انجمن‌های علمی ایده‌اش مال اون موقع است و خب وقت من برگشتم ایران شروع شد یعنی انجمنی که از سال 1913 مردم حسابی دیگران تأسیس کرده بودن و تا قبل از انقلاب حد اکثر عمرش و تعداد اعضاش به چه مثلا 43 نفر بود بعد از انقلاب که دوباره راه اندازی شد و اصرار ما بود این همون انجمن نیست که سال 1913 تأسیس شده یه دفعه رسید به مثلا چند هزار نفر و الان بیش از 10,000 نفر مثلا رسید ولی فعالیتش سال 62 شروع شد پس این ایده ای بود یه چیز خیلی خاص و این که میگم فقط من نبودم مثلا نفر به همکاران ما یه ایرانی هست ما ایرانی هستیم
و به این معنی نیست که ما با بیشتر از مردم دیگه دنیا هستیم، ما متفاوت، نه نه اصلا نه، ما فقط جای بهتر میشناسیم، اینجا خونمونه و خونمون احساس میکنم یه اشکالی داره، ای بیده و خب یه کاری باید برش بکنیم، یه کار رو کردیم و شد، ما میده که کار رو کردیم و شد، این که بد شد، بد چه اتفاقات افتاد، حالا بعد شکام رو کرد، یه حرف دیگه نیست. من دقیقا خاطرم هست وقتی که میخواستم بیام ایران، که سمکاران ما موقع دانشگاه کرن آلمان بود، پرسیش که من تو میشناسم تو 6 ماه تو ایران بیشتر تحمل نمیکنم و دقت کنیم حالا من وقتی مادم ایران مثلا اتریش و شهر وین رو بسیار بهتر از تهران میشناختم، کار اداری دم زبان آلمانی رو برام خیلی بهتر از فارسی و همچین هر جایی من زده شد جواب هم بشین بود. گفتم ببین من خیال نکن دارم میرم در بهشت، من تو فکر کنم دارم در میشه که آتیش گرفته و من خب من یه گلخ خاموش کنم. این این صحبت بود که سال و اون تنی 58 نشه بود 57 یا اواخر اوائل سال 58 خودمون اون همکار آلمانی گفتم که میگفت تو تحمل نمی کن و من از سختی و مشقت هایی که تو دالان نور کشیدم کاری الان ندارم. بعد که ایران آمدم که اصلا کمتر کسی میتونه تصور کنه وقتی که من اومدم با مقام دانشیاری استخدام شدم، دانشیاری دانشگاه سند شریف بودم سال 55، چه مشقاتی تو ایران کشیدم تا اینکه میتونم مثلا اون وسایل اولیه زندگی رو فراهم کنم. یعنی اگر اینجا بگم که من کوپن فروشی میکردم برای اینکه بتونم زندگی رو با خانواده تامین بکنم، این واقعیت به عنوان دانشیار دانشگاه صنعتی شد و خیلی چیزه بنابراین اینا در کنارش اصلا مطرح نیست. اصلش که تغییر نکرده اون ایده برای ایران بود، برای توسعه علمی ایران در سه جنبش که از اون من خارج نشدم. یه بخشش از جنس سیاست علمیه، نه سیاست ملی، اون چیزی که ما فکر میکرد برای ایران خوب، مثلا تاسیس پژوهشگاه، انجمن یا مجله فیزیکا چیز دیگه است. پس یکیش اون دید سیاست گذاری برای علمی که از پایین شروع شد نه از بالا. یکی زمان علم، اینا به خاطر این بود که من حداقل بیش از به مقدار میگم بیش از این چیز درسایی که من از فیزیک یا جهان شناسی در اتریش گرفتم، درسایی از فلسفه زبان شناسی و فلسفه زمان در دانشگاه بیان گرفتم. از زبان‌های ایرانی قدیم من یک دل با معروفه اونجا درس گرفتم، مثلا نمیگم چه خیلی یاد گرفتم، ولی خاصه کلاسش گوش می‌دادم. یا چهار ترم کلاس آدمشاف در فلسفه زبان شرکت می‌کردم و هم چیزایی دیگه، مثلا دو ترم حداقل فلسفه در مورد هوسل گرفتم و چیزایی دیگه از اینو جزء تفریح خودم. می‌دونستم که زبان برای رشد تفکر چقدر مهمه، برای رشد توسعه علمی چقدر مهمه. از این یاد اگر واژه گزینی زبان علم رو در مرکز نشوری کردی با این ایده بود که بعد در فرهنگستان زبان ادامه پیدا کرد و هنوزم ادامه پیدا کرد. اون مجموعه تعداد پژوهشگرانی که در دهه اول دهه 70 تحلیل شدن یا از مرکز نشر آمدن با همین ایده بود و ارتباط با مراکز جهانی مرتبط با یکی هم که خود فیزیک کلان شناسی بود یک کاری با توی این چشمه کتاب هایی که من نشم اگه دقت کنید این مجموعه ایران من توش فیزیک نیست، ولی جلد آخرش نوع تفکر در علوم فیزیکی است عنوان میشن که اصلا یعنی چی این نوع تفکر که در دنیای مدرن است. این تفکر مثل یک ابزار، مثل یک عرض باش میشه یک چیز برید، با نوع تفکر دیگه هم نمیشه اون چیزهای برید که یک علم جدید میتونه این کار بکنه. بعد خلاف اون بحث های خیلی حاشیه که تو ایران داریم، نمیدونم علم یا فیزیک سکولار یا علم اسلامی یعنی چی؟ این ناشه یک توقم یا ناشه جهلیه که ما متوجه نشه علم مدرن مثلا چی هست و اون چیزی که یه در توی رو ناراحت میکنه من با این دیگه سبتم آمان میکنم مگر شما بخوام نوشتم مدت ها می نوشتم و میگم اینه که این اتفاق وقتی در اروپا افتاد به هر دلیلی انسان اروپایی جهیده شده، متانت شده در طول 300-400 سال بعد از بگیم قرن 17 هجری یه چیز دیگه فکر کنیم، ساختار ذهنش عوض شد. این ساختار ذهنی ما ایرانیان متسلب شده از ابتدای سلجوقیان بگیم، ابتدای که بگیم منظور هم با روی کار آمده سلجوقیان و نظامیه هایی که تفکر آزاد دوره قبلش دوره سامانیان و آرگویه رو دیگه از بین بردن. این تسلب فکری تا الان ادامه پیدا کرده، هنوز هم نمیدونیم ما ایرانی هنوز ایشون ذهن متسلب در اون مفاهیمی که بعد از قرن پنجم هجری دیگه ماندگار شدن، نه حتی بعدش. تو این
جهش فکری اروپا ما مشارکت نکردیم. ما دانشگاهی ها هم فقط اون چی که دانشه یاد گرفتیم، این غیر از اون مفاهیم علمی، غیر از روش تفکره. ما خودمون علم اساسی در دانشگاه ما داریم، فقط آن چی که تو کتاب ها نوشته شده منتقل میکنیم. مفهوم خرد نقال یا خرد نقل‌بنیان رو از اینجا بعد از اون عقل میکنیم دانش مدرن رو، بدونی که علم رو فهمیده باشید، علم به عنوان فرایند اجتماعی پیچیده و توصیه و فعالیت ما تو این جهته که ما خیلی تو ایران فعال بکنیم، این مستقل از اینی که حکومت ما چجوری راضی هست این ناراضی هست، فضا سیاسی چجوری نیست. یعنی همین الان اگر ما این حکومتی داشته باشیم که همه راضی باشن، یعنی اکثریت راضی باشن، مثلا مثال یاد بگیم دیگه خیلی خوبه، تازه مشکل اساسی ما شده خوب بخوام چیکار کنیم. بنابراین مستقل از مسائل سیاسی اون چیزی که برای ایران لازم دیدیم، ببین من دیدم همکاری که با شما مرتب صحبت میکنم همین قضیه است. ما باید فعلا فعال کنیم، روی پای خودمون بایستیم و بفهمیم چه اتفاقی داریم چهارصد پونصد سال تو اروپا افتادی که ازش غافلیم. بس همینجا بگم شما که خب باز هم خیلی خلاصه بیان کردید، حالا باز از شما صحبت خواهیم کرد. اون چه که در مجموعه اصلا عنوان ایران من اون از سوی یه دانشمند علمی، علمی سر حکایت از این میکنه که شما این عشق وافرتون به این سرزمین، به این فرهنگ، در حال وقتی میخواستیم یک نوع دکترین خودتون رو در چارچوب علم بیان کنید، عنوان ایران من رو انتخاب کرد. و علی‌رغم اینکه بارها و بارها این امکان بسیار راحت بود که ایران رو ترک کنیم، چه در گذشته چه در همین سالها چه الان یا چه در آینده، اما این به این علت میگم که در حال این موج مهاجرتی که پیش آمده است، این انگیزه ای که باید مون اشاره کردیم، من ما به این کار نداشتیم، ما فکر میکردیم باید برای این مملکت انجمن فیزیک درست کنیم، فکر میکردیم باید این رشته ها رو مطرح کنیم، این زمینه های علمی که توی دنیا یاد گرفتیم مطرح کنیم. خب این در نسل قبل از شما بود، در نسل شما بود، اصلا این مرحوم دکتر شایگان تعریف میکرد، میگفت اصلا پدر ما میگفتش که شما میرید درس میخونید برمیگردید میه به مملکت تو خدمت کنیم. با پدر خیلی ثروتمندی داشتم، هر کاریش کردم که تو ژنو یه خونه بخره حاضر نشد، گفت برای چی بخریم؟ که اونجا هستی تو هفته بعدش هم بیایم ایران دیگه، هر موقع هم بخواییم بیایم ایران بیایم ژنو یه هفته در روز میگیم اوته، گفت حاضر نشد یه خونه بخره اونجا و تمام ذهنش ایران بود. تأثیر گذاشت رو خود شایگان که علی‌رغم امکانات وسیعی که در دنیای غرب داشت، این 30 سال آخر عمرش رو در حال اومد اینجا نشست و با همه شرایط ساخت و کار کرد. این ترکیب بین یه موقع هستش که کسی داشته ادبیات تاریخ، ادبیات تاریخ پیوندهای ما رو بسیار نزدیک میکنه به روان ایران دوستی و عشق به وطن و اینها، ولی در یه رشته علمی برای ما شما نمونه هستین از این جهت که این انگیزه های ماندن و به ایران به این صورت فکر کردن که ماورای این چیزهای ناسیونالیستی افراطیست، یک نوع نگاه منطقی که هیچ طلبی هم از کسی نداریم با کسی بابر، این چگونه بالاخره از سن خیلی کمی هم شما از ایران رفتیم، امکان دور شدن از ایران که این سن بسیار هست و سن بالاتر، یه مقدار درباره این اگر لطفا بفرمایید خیلی بچه. ببینید این نکته خیلی به ساحت پیچیده ایه، من فقط میتونم بگم چه حسی داشتم. من یادم از که اتریش از این میپرسیدم مثلا، یا خود فکر میکردم که ممکنه من تو ایران ببخشیم اتریش رو ببونم به ایران برنگردم، پاسخ هم این بود اون زمانی که من فکر میکنم دیگه اینجا ماندگارم در جا میمیرم، اصلا نمیتونم زندگی رو کنم. من تا سال 51 فکر میکنم، حتی سال یک بار میمونم ایران، یعنی یک از 45-44 که از ایران من رفتم، تا اینکه بعد متوجه شدم
برادر رو گرفته بودن تو هم کمیته قبل از انقلاب شکنجه و بعدم از طریق پدر رو پیغام دادن که نگه ایران که بیر ایران میشه تو رو میگیرن. من دیگه نتونستم بیام ایران تا میگه انقلاب شد. خیلی تحلیل تا بیگه انقلاب شد رو برگرد. دیگه از کجا اومده این حس خیلی چیز پیچیده یه واقعا منم پاسخی برش ندارم. ما اینجوری بودم. و بعدم مسئله کونه رو شما مطرح کردید یا چیزی دیگه میگه من اصلا برام این مهم میگه تمام ایران مال منه. من خیلی شروع بیخوش بود جدی خیلی وقتا این سال ها گفته بود نم ایران میرن تو بیابونا میمونم رعیت هم ببخش نمیزه بودم مردم اصلا چه کاره دارم میکنم فرق نمی کنه. یه جور احساس خانه بودن خیلی معنی داره دیگه. مدام از خونش که دور میشه حالا شاید این تحصیل در مثلا آلمانی است که میگه هیچ جایی بهتر از خونه نیست. مدام خونه معنی حیمت اصلا تصدیش هیچ وقتی نمیتونستم بکنم. یادم نمیشه از بچگی چه در بعد از اون که بتونم جای جور جز خونه خودم باشم. این به معنی اینکه الان از من بپرسن چی دوست داری میگم من هنوز دوست دارم برم مثلا 4 ساعت تو لندن کافه لندن رو دانشگاه بیان میگم از کافه قدیمی بگیرم بشینم قهوه بکنم. ولی این رفت به این نداره. یه مسئله دیگه است. این تعلق به یه جا داشتن آدم رو نگه می‌داره دیگه تا زمانی که آدم بیرونش هم بزنه مجبور نشه. از اون به این معنی که بلند میکنم من بزن اون دیگه نباشم. این جنبه احساس تعلق و این بوده از دید من و نمیشه دنباله شاید دلیلش نمیشه خیلی متشکر. آقای دکتر خانکی با ما در ارتباط قرار میگیرن که بحثشون آقای دکتر شما صحبت میتونه بفرمایید پخش میشه الان؟ بله بله آماده این آقای دکتر؟ بفرمایید، شروع کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز و عذرخواهی می‌کنم که به دلیل وضعیت مجبور شدم که از حضور فیزیکی من شدم و مجبور شدم که خدمت شما باشم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه استاد محترم و دستندرکاران عزیز به خصوص جناب آقای دکتر منصوری جناب ریشتری. من وظیفه میدونستم که خدمت آقای منصوری هم گفتم که اگر چه واقعا در شهر در سطح نیستم در مراتب فضل و تلاش آقای دکتر منصوری صحبت بکنم ولی عنوان شاهدی که بیش از 30 سال در دیگری که دکتر منصوری برای این کشور من چه کرده و چه لحظه‌هایی داشته و از حضور در سرهای مختلف استفاده کرده و همینجوز حضرت دیباشی عزیز که در واقع بخشای مقبول فرهنگ ما و شخصیتهای کمتر دیده شده جامعه ما رو اونجوری که هم به اونها هست
ذهنیت‌های کهنه و متزلزل می‌فهمند. البته قربت این نوع اندیشه و تلاش دکتر بسته روشن در همین برنامه رسیدیم وقتی که کار در خانه بود، در دانشگاه بود، در جایی که خودش تلاش‌های بسیاری کرده و برون اومدن اونجا امکان معرفی حساب نداشته و دوستان عزیزی مثل پژمان مستقیل و دیگران کمک کنند با آقای دهباشی، خود همین میشه این قربت رو دید. ولی به هر حال به نظر من مسئله قانون رو باید به اون توجه کرد. به این اعتبار من به نظر میاد که مشخصه های فکری و کنشورزی دکتر منصوری رو میشه در پنج مرحله طبقه‌بندی کرد. اول اینکه او به مطالعه انتقادی تاریخ اجتماعی علم در ایران پرداخته، از ایران پیش از اسلام تا ایران اسلامی و تا ایران مدرن و تا حتی چیزی که در قالب دانشگاه جدید دنبال شده، از دارالعلوم به بعد دانشگاه تهران و نظاره. دوم این که دقیقا سعی کرده که مسئله شناسی کنه این موانع دوران گذار رو، یا به تعبیر خود ایشون سندروم دوره مرد، دوره انتقال. سوم این مقوله اینه که واقعا فکر کرده به معماری علم رو یک مقوله‌ای که موضوعی که انگار ریبورد میشه از یک جامعه به جهان دیگر، این رو نهیده و سعی کرده که عوامل پیرامونی و درونی یا به بارندگی معماری علم به پردازه و در این کتاب ها هم مشخص است. چون این مقوله اینه که بر پایه همین مقالی به نقد دانشگاه در ایران، نقد سیاستگزاران و مدیران علم و حتی نقد کنشگری سیاسی و اجتماعی و مدنی پرداخته و در این کار صراحت زبان و شجاعت او مثال زدنی است. و پنجم این که روشن فکری نبود در کنار میدان، بلکه در میانه میدان قرار گرفته و خودش رو قرار بده. دکتر منصوری همیشه یک کنشگر مسئولانه و ریسک‌پذیر بوده و من عنوان همکار ایشون در بخصوص همین چهار سال در وزارت عقد شهادت بودم که همه مسائل رو صادقانه روایت کرده و هر نقدی هم که داشته مطرح کرده و این از یک طرف مسئولانه برخورد کردن و از یک طرف ریسک پذیر بودن خیلی مهمه. دکتر منصوری معاون وزیری بود که هیچ وقت در خودش رو در بوروکراسی و فرمالیسم خرج نکرد. بر اساس این پنج مقوله‌ای که در شاید میشه گفت مجموعه فکری منصوری و کنشگری او رو میسازه، من این ده تا موضوع رو فقط به عنوان چیز میگم که در دوستان حتما قبل از من و بعد از من اونا پرداختن و بعدها هم بیشتر در به اصطلاح کار مدونی که شبای بخاری انجام بوده میشه بیشتر. نخستین کار گفتنی و ستودنی دکتر منصوری دفاعی هست که از آزادی علم، آزادی های آکادمی کرده. مقالات او در این زمینه فراوانه و صحبتی که در عمل بهش پایبند. دوم
تمام زندگی و به تعبیر خود ایشون در جای دیگه شارلاتانیسم علمی. مثلا پاس هم نیست، من وقت نیست اگر نه نمونه های رو خواهم گفت که در مورد مدعیان جایزه نوبل، در مورد مدعیان به اصطلاح که جوایز سال، در مورد مدعیان کشف ویروسی ها و امثالین ها ایشون خیلی شجاعانه ایستاده. سومی ریشگی دکتر منصوری حضور فعالانه او در حوزه عمومی است. ما کمتر دانشمندی داریم که به اندازه دکتر منصوری وارد حوزه رسانه‌ای کردن علم میشه، خودش کار رسانه‌ای انجام بده و انجمنهای ترویج علم بپردازه، رسانه‌ای مثل دانشگر رو مورد حمایت قرار میده که زبان واسطی بین آکادمی و جامعه بودن. چهارم کنشگری مؤثر دکتر منصوری هست در قالب نهادهای یک مشخصه اون انجمن فیزیک هست. انجمن فیزیک در واقع یک نمونه بسیار مثال عالی هست برای اینکه چطور یک انجمن بتونه استقرار خودش رو حفظ بکنه و فراگیری خودش رو که در نشست‌های سالانه در آثار اون انجمن میشه این رو دید. انجام داشتن نگاه ملی به ظرفیت‌های ممکن بین‌المللی. دکتر منصوری در کارنامه‌اش ببینید به همکاری که با آکادمی علوم در جهان در سریس ایتالیا داره، با مرحوم دکتر عبدالسلام داره، با سرم داره و سرم کنه تلاش کیشون در زمانی که من هم در رسالات در کردن برای آوردن مرحوم پروفسور جوان و این تربیت جهانی و تحقیق خاطر رو به ایران استفاده رسید که متاسفانه اغلب این کارها تمام مونده. هفتم این که دکتر منصوری واقعا بر اون معماری علم کرده سخن میگفت و سخن میگه برنامه داشته و داره. خب برنامه های عرضم بزر شما که آکادمی که همون چیزهایی هستش که دوستان باید آشنا هستن، بیانیه سالمان در مورد علوم پایه یا سند توسعه علمی که در سال 1380 ایشون تعلیم کرد و من همه دوستان رو دعوت کنم به مطالعه اون سند و مواردی که همه از کاربردی قابل اجرا و بود و در سمینار رو سیدان اصفهان هم به تصدیق رسید، ولی متاسفانه سیاست گذاری در زمینه علم این کار رو ناتمام گذاشت. همین کار در همونیشون حوزه کارشون علوم پایه و فیزیک بوده، همین کار رو در زمینه علوم انسانی ایشون انجام داد. بیانیه لکیار یا جمعی رو ایشون در کنار سند لکیار یک روز یا دو روز جمع کردن که من توقیق باشتم در اونجا باشم، در مورد وضعیت علوم انسانی در ایران خوندن نیست. من خود بیانیه 80 یا منظور توسعه علمی که در مسئولیت معاونت پژوهشیشون تهیه کرد واقعا میگم دوستان بخونن که مصوب به 44مین نشست رئیس دانشگاه هم در دی ماه هست فقط و ببینید که چرا این اجرا نشد. منظور من اینه که خب یا کاری که خوبشون در قالب عملی به عنوان رصدخانه ملی دنبال کرد، این داشتن نقشه برای توسعه و معماری از ویژگی های مهم دکتر منصوری هست و از جمع رویکرد چند ساعتی و میان رشته‌ای دکتر منصوری هست. کمتر دانشمندی در حوزه علوم پایه و
مهندسی به اندازه دکتر منصوری عنایت داشته به علوم انسانی و علت عقب ماندگی ما در علوم انسانی، یعنی که چرا نسبت به بقیه علوم علوم انسانی در ایران عقبتر بود و نسبت جهانیشتن همین عقب ماندگی رو نشون میده. و نهمین ویژگی ایشون نوآوری و سنت شکنی یا هم در خلاف آمد حرکت کردن در قالب اداره. ایشون معاون وزارتخانه ای بود که اندیشه های خودش رو، البته باید من در اینجا تشکر بکنم از دوران مدیریت آقای دکتر موین که دکتر موین هم همراهی میکرد با این نوآوری هایشون در قالب معاونت پژوهشی و شورای پژوهشی کشور. و دهمین ویژگی ایشون که امروز مشاهدش هستیم اینه که باز جز معدود دانشمندانی هست که تجربه‌هاش در حوزه‌های علمی و حوزه‌های اجتماعی نه فقط در قالب چهار تا مقاله یا کار که برای ارتقا به در فقط به درد می‌خوره، بلکه در قالب کار خواندنی و شنیدنی و دیدنی، یعنی همین هر سری این کار هم کاری از جز ویژگی‌هایی و به نظر من با این تحویلی میشه به دکتر منصوری به عنوان یک کنشگر فعال و در برنامند دانشور به مسئله ایران فکر کنه دست مریضان رو خسته نباشید گفت. من عذرخواهی میکنم اگر طولانی تر صحبت کردم، یک مقدار سهمی سرطانی بود که بر هم شما هم بر من میبخشید، چون که جمع کردن همه من واقعی سیم افتاد دوشوار بود. بازم خسته نباشی میگم به ایشون، با آقای دهباشی، با آقای سلی، به فرهنگان و به نشت دیواریه و همه اندیشمندان و متفکران و محفانی که در جلسه بزرگ داشتن. باز مقام از بلند شدن هست. خیلی متشکر. همونطور که ملاحظه کردید در اول این نظام ذهنی دکتر خانگی واقعا حیرت انگیزه، علاوه بر داروهایی که خب این روزا استفاده میکنن بسیار جامع و کامل در حدی که وقت اجازه میداد که بررسی خیلی مفصلی ارائه دادن که تقریبا بخشهای عمده کارهای دکتر منصوری در بر میگیره. خیلی ممنون از دکتر که با ما بودن، حالا از طریق شبکه مجازی باز در خدمتشون خواهیم بود. رشته سخن رو به استاد ارجمند جناب آقای حسام الدین ارفعی میدم که بحثشون رو آغاز کنم. اولا من خیلی ممنونم از آقای دهباشی که این فرصت رو به من داده، مجله بخارا که این فرصت رو به من داده که در مورد دوست ارجمندم، دوست فرهیختم که سالها با هم اشخاص زنید صحبت کنم. من سخنبر خوبی نیستم و به خوبی دیگر سخنبران نمیتونم اونقدر منظم و دقیق حرف بزنم. بیشتر حرفای من احساسیه، در نتیجه شما منو ببخشید، ولی این احساسات از دل در میاد و امیدوارم که بتونه اون حال منو منعکس بکنه. بازم تشکر میکنم و وارد حرف میشم. اولا خدمت آقای دکتر منصوری عرض کنم، من اون دوران تهران یادم میاد. من درسته که متولد تهران نیستم، ولی از وقتی که به یادم مونده در تهران بود. من هم اون تهران خاکی رو دیدم، روزی که سنگ خیابان ها آسفالت نبودن، بعد آسفالت شدن، آب لوله کشی نبود، از جوب آب می گرفتیم، تو عواندار ذخیره می کردیم، من هم اون روزا بودم و جمع ما یه خونه بزرگ در شد، همسن به سالیم، البته از من بزرگتر هستن و در همه چیز از من بزرگتر هستن، نه فقط در سن. و خیلی خوشحالم که این حرفا رو شروع بکنم. ببینید من یک کمی راجع به مسائلی که مربوط به این کتاب ها میشه، ما
مربوط به دوره ایران من منظور این شرف میزنم و زیاد راجع به اون نمیدونم. ببخشید اگر من آها و دکتر را حذف میکنم. بعد وقتا هم به استاد منصوری میگم رضا، این دیگه عذرخواهی میکنم چون بیشتر میخوام مواظب و حرفای محتوای حرفم باشم تا کلمات. من میخوام از نگاه خودم دکتر منصوری رو به شما معرفی کنم. در اینچه کمتر به اون کتاب میپردازم. کتاب ها رو شما میتونید بخونید و از توش ببینید که دکتر منصوری چجور شخصیتیه. دکتر منصوری شخصیتی نیست که یک یا دو نکته داشته باشه که من برجستش بکنم. ولی میخوام برجستش بکنم با میبونم. 15 دقیقه صحبت کردنم مجال این رو نمیده که حتی یکی از اونها رو به دقت بشکافم. ولی تون رد میشم دیگه. راجع بهشون حرف میزنم. من کی دکتر منصوری رو دیدم؟ فکر میکنم سال 58 یا 59. من اون وقت در دانشگاه مازندران کار میکردم. و آمده بودیم تهران و آمده به دانشگاه صنعتی که زادگاه من هستش. روز اول خودم رو اونجا در متعلق دیده بودم ولی حالا به دلایل جانبیه کار میکردم و دکتر منصوری دیدم. اتفاقا دفعه اولم دیدم رفتم چایی بردارم و در آبدارخونه دانشگاه دیدم. نمیدونم یادشون هست یا یادشون نیست ولی اونجا بود و از اونجا ما با هم آشنا شدیم و این آشنایی ادامه پیدا کرد. منصوری شخصیت اجتماعی دکتر منصوری رو شما خیلی میشناسید. توی این مجموعه کتاب ها هست. از واژه گزینی که یک امر فنی ادبی به اصطلاح زبان شناسان هستش منصوری در دقیقه داره تا سیاست گذاری علمی تا اینی که علم و فناوری چجور در اجتماع نقش دارن، فلسفه علم چیست، تاریخ علم چیست، همه اینا رو مدعیه که تخصص من نیست. ولی من حق ندارم قضاوت کنم چون تخصص من هم نیست. ولی تا اونجایی که من متوجه شدم بسیار دقیق‌تر و بهتر از اونهایی که متخصص تخصصش هستن مطلب رو شکافته و من خیلی یاد گرفتم. به مثالی بزنم از واژه گزینی علمی، من یک مطلبی رو داشتم می‌نوشتم و مجبور بودم یک واژه‌ای رو انتخاب کنم برای یک کلمه. حالا به جزئیاتش کار ندارم، چی کردم نتونستم این کلمه رو انتخاب کنم. زنگ زدم به دکتر منصوری برسونم، گفتم که ببین این کلمه رو تو چه ترجمه می‌کنی. سعی 10 دقیقه تونستیم با بحث با هم دیگه با یک کلمه خوب پیدا کنیم. به این نشون داد که چقدر مسلط هستش به این مطلب. من خیالم از روزهای اولی که وارد شدم در واژه گزینی راحت بوده که کسی مثل دکتر منصوری هدایت می‌کنه و در نتیجه واژه‌های خوب فیزیک انتخاب می‌کنه. من یک مقدار تعصبات واپسگرایانه داشتم در مورد استفاده از کلمات علمی و مثلا کلماتی مثل کانتیدن، قطبیدن میتونی خیلی اختیارشون به دکتر منصوری برمیگرده رو نمیپسندیدم. الان خیلی میپسندم، در جوانی میتونید. بعد یک روز رفتم پیش دکتر خانلری، گفتم آقای دکتر بعضی از همکاران ما کلمات رو اینطوری میگن، مثلا میگن کانتیدن، من بریم سازگار نیست، چیکار کنم؟ چی میگی؟ به نظر درسته یا غلطه؟ دکتر خانلری اون موقع تو بیمارستان بود، اتفاقا من رفته بودم پیشش. گفتش ببین مگه تو نمیگی رقصیدن؟ مگه نمیگی فهمیدن؟ مگه؟ گفتم چرا میگم؟ چرا نگی کنتیدن؟ چرا نگی قطبیدن؟ اصلا موندن و دیدم که چقدر عمیق به مسئله نگاه شده و اعتمادم به این واژه‌گزینی ها بیشتر و بیشتر شد. الان خیلی از این واژه ها من استفاده میکنم، مخصوصا در کتابت. در زبان متعارف آدم زیاد کنترل نداره روی این حرفا، ولی در کتابت استفاده میکنم و خیلی نقش مهمی در نگارش علم به زبان فارسی داشته. این ممکنه در کتاب واژه‌گزینی معلوم باشه ولی من در عمل این رو دیدم و در عمل استفاده کردم. تاریخ علم، فلسفه علم، همه اینا رو منصوری بررسی میکنه. اینی که نقش علم در اجتماع چیه و امروز چجوری در تاروپود زندگی ما این گره تنیده شده و باید چجور تنیده باشه، اینها رو بررسی میکنه و دیدگاه های داره که عمیقا تحت تاثیر قرار داده جامعه علمی ما و متعاقبش جامعه فناوری ما رو و متعاقبش کل اجتماع رو.
البته زمان زیادی میخواد که اثرات اون ظاهر بشه، ولی به مرور اثراتش بیشتر شده و ظاهر شده. منظوری برای ساختار علمی تصویری داره، یعنی فکر میدونه که به دنبال چی هست در جامعه ایران، علم به چه صورت باید باشه. علم چی؟ ممکنه من یه جایی باهاش هم‌عقیده نباشم، ولی برای منظوری روشن. حالا که این کلمه هم‌عقیده نباشم و گفتم، این جمله دیگه خدمتتون عرض بکنم، منظوری یک شخص کار به صورت خصیصه شخصیتیش رو من بگم. شما ممکنه سر این مسئله باهاش اختلاف داشته باشید، این تعیین کننده یه رفتار منظوری با شما نیست. منظوری میپذیره که شما باهاش اختلاف دارید، ولی باهاتون کار میکنه، باهاتون حرف میزنه و این بسیار جای خوشبختی داره و باعث شده که ما بتونیم علیرغم اختلافات دیدگاه که گاه و بیگاه پیدا میکنیم و شهر نفری که پیدا میکنن، سالهای سال من بتونم این خوشبختی رو داشته باشم که با ایشون همکاری بکنم، با ایشون بحث بکنم، یاد بگیرم و راه حل برای مسائل پیدا کنم. ولی تو این نوشته ها که نگاه میکنید، تو کارهای منظوری که نگاه میکنید که من یه خود برد بهش میپردازم، در دوران مسئولیت هایی که در وزارت علوم داشتن، شما دانه های تصویر متعددی میبینید در جاهای مختلف اجتماع و علم و جامعه علمی ما به کار رفته. اون روزی که من مثلا منظوری رو دیدم، فکر انجمن فیزیک که چطور انجمن فیزیک ارتقا پیدا کنه، چطور انجمن فیزیک راه بیفته، چی کار بکنه، چی کار بکنه و بعدها ادامه پیدا کرد و به دفعات ما با هم در انجمن فیزیک سر یک میز نشستیم و بحث کردیم و بازم من یاد گرفتم. ولی چیزی که همه اینا رو پیوند میده، اون مؤسسات علمی که زمان مدیریت منظوری شکوفا شدن در وقتی در وزارت علوم بود، نه اینکه خودش بر اونها مدیر، ولی چنان سیاست هایی گذاشت که اونها تونستن ارتقا پیدا کنن. خیلی جاهایی تو خیلی پروژه های اصیل بود که به منظوری برمیگشت. به این برمیگردم و این جمله رو میخوام تکمیل کنم که چیزی که تمام این افکار، این نوشته ها و این اعمال رو به هم گره میزد، یا مثل نخ تسبیح همه این اعمال مختلف و کنش های مختلف که به ظاهر متفاوت بودن و در انتهای مختلف وجود داشتن به هم وصل میکرد، دغدغه ایران بود. خیلی جالبه که من کلمه دغدغه ایران رو برای خودم اونجا انتخاب کرده بودم که برش ما پیشاری کنم. آقای دکتر خانیکی هم برای این کلمه ما پیشاری و به دفعات دغدغه ایران رو به کار بردن. گفتم که حیف شد اعتبار کشف این کلمه از دست من در رفت و دغدغه ایران که منظوری رو همونجور که خودش گفت اعمالش رو تعیین میکرد، افکارش رو تعیین میکرد، نوشته هاش رو تعیین میکرد. این کتاب ها رو بخونید، همش به فکر ایرانه. اگر راجع به مثلا ریکاردو صحبت میکنه که این طوری گفت، این طوری گفت، افتران مجلس، پشت این گفتار، پشت این نقل قول میبینید که دغدغه‌ای داره برای ایران که تو ایران اقتصاد چگونه باید باشه، علم اقتصاد علم چجوری باید باشه، علم و اقتصاد چجور به هم گره خورده. ببینید دغدغش در ایرانه. درسته که ظاهر یک مسئله علمیه مثل عمومی همه جا هست، حرفای رو میکنه به هزار جون به هزار درد میخوره، ولی اونجایی که منصوری این رو مینویسه، اونجایی که برای خاطر ایران نوشته شده، این دغدغه ایران اون نخیه، اون ریسمانیه که تمام این کنش ها رو هم بحث. و تا اونجایی که من دیدم یک روز هم از این رافل گفت، هر موقع با هم صحبت کردیم یه چیزی بوده که نشون میده که به فکر فران مسئله در ایران و این واقعا بسیار که اندک کسانی هستن که اینجوری و به این شدت در دقیقه ایران بودن. منظوری نوشته ها شیوا و روانه، یعنی وقتی میخونید فکر نمیخونید چیز مغلق میخونید، میفهمید چی میگه، پشت ذهنش شفاف و روشن میشه. برای شما هرچند که خشنگ هم مینویسه، شیوا و روان هم مینویسه و قابل فهم مینویسه. منظوری شجاعانه نوشته این کتاب ها، خیلی جاها حرفایی که دیگران شهامت گفتن کوچیک به قسمتشو ندارن، منظوری به شجاعت بیان کرده و پیش برده.
و اثر کرد. جالب این تاستش که وقتی حرفا به خوبی زده شد اثر میکنه. حالا ممکنه زمان اثرش یک در میگه بعضی چیزا بلا فاصله بوده ولی بعضی چیزا زمان خاصه طول کشیده تا انجام شده. و این شجاعان نوشتن منصوری باز هم برمیگرده به دلقه اصلیش که اونی که مهمه. من مصلحت یک روز و یک ساعت خودم رو ترجیح نمیدم به منفعت دراز مدتی. منصوری نوشته هاش مستدله. اگر نگاه بکنید برد عدد و رقم و آماره و میفهمید که این ها حرف هایی نیستش که فقط بر مبنای احساسات ایران دوستان زده شده باشه، بلکه مرتب شده، منظم شده، استدلال پشتشه، جهت دقیقی پیدا کرده. و منظوری در احساسات سطحی ایران پرستی ظاهری نمیفته، عمیقا ایران دوسته و نه به دور سطحی. نگاهش به مسائل پژوهشی و آموزشی و تکنیکی کار هم کلان و سنجیده است. یعنی مطلبی رو که به عنوان اصل بهش میرسه در ذهن خودش بچه ها میبینید به درستی خیلی جا میشه بکن. من از خودم خیلی ازش یاد گرفتم. بذارید این حرفای عمومی رو یک کمی کمش بکنم و برم سر حرفایی که بیشتر به تخصص خود ما میشه. منظوری بالاتر از همه این حرفا یک فیزیکدان برجسته است. فیزیکدانی که هم کار فیزیک رو به خوبی پیش برده، هم مدیریت علم فیزیک رو به خوبی پیش برده. کم و منصوری یک خاصیت بارز هم داره. حالا به تایی این دوتا مطلب میپردازم یه خوری با جزئیات بیشتر. ولی یک مطلب رو میترسم آخر وقت حرفم زیاد زمان گرفته باشم نتونم بهش برسم. میخوام یک حرف که آخر کار میخوام بزنم و فکر کنم مهمه برای این جمع، مهمه شاید بیشتر از نکات تخصصی که من میخوام بگم، این که منصوری فاصله گذاشته بین سیاست و علم و علم سیاسی رو هیچ کار نمیزه. از قضا من اتفاق افتاد رفتم توی سایت دکتر منصوری و دیدم یک سخنرانی در سایت ها در این موقع کرد که چطور باید از علم سیاسی شدن علم فاصله گرفت. و این برای من خیلی منصوری جوایز بسیار مهمی یا به ظاهر مهمی که مبنای سیاسی داشته ولی به اسم علم داده می شده نپذیرفته. من نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام خدای نکرده به ساحت اون کسانی که پذیرفتن به سایه عددی کرده باشن، ولی برید ببینید منصوری تمام جوایزی که گرفته صرفا از دست کسانی بوده که شایستگی علمی داشتن. منصوری سیاست رو با علم قاطی نکرده، هرچند افکار سیاسی خودش داره و اگر بچین من در مقامی نیستم که افکار سیاسی منصوری رو بیان بکنم، خودش بهتر از من میتونه بگه، ولی هر کس مثل هر کسی دیگه افکار سیاسی داره، ولی به خوبی افکار سیاسیشو از افکار علمیش و اعمال و کنش علمیش کاملا جدا کرده. کنش علمیش علاقه که داره دستخوش سیاست هیچ وقت نبود و اجتناب کرده و مثال بسیار خوبی برای جوانهای ما میتونه بشه که میشه علم ورزی کرد بدون اینکه در دامهای سیاسی افتاد. حالا این دفعه چند کلام راجع به علم دکتر منصوری صحبت تخصص دکتر منصوری در میان ما فیزیکدانها نسبیت عام کیهانشناسی و نیوتونه، ولی این معنیش نیستش که چیزهای دیگر رو رها کرده، بسیار چیزهای دیگر رو به خوبی بلده. برای که اهمیت این تخصص دکتر منصوری رو من بیان کنم اجازه میدید که یک کمی به حاشیه برم و راجع به فیزیک بگم. و اونی که در قرن بیستم، در اوایل قرن بیستم یا سال اول قرن بیستم اتفاقات خیلی خیلی مهمی در فیزیک افتاد و انقلابی برد شد. الان هم من فکر میکنم در فیزیک داره انقلابی برمان میشه، یک انقلابی که وقتی 50 سال دیگه بهش نگاه کنیم به اهمیت این دوران پی میبریم، همونجور که به اهمیت دهه 20 ساله اول قرن 20 میلادی پی میبریم. دو تا انقلاب بخواد که دیدگاه ما رو نسبت به جهان و محتویاتش و کلن ظرف جهان هم عوض کرد. یکی انقلاب کوانتومی بود که تعین و یقین رو از روی کمیات فیزیکی، از روی اندازه‌گیری‌های فیزیکی، از روی مفاهیم فیزیکی تا حدی برداشت و
مسئله احتمال رو مورد کار کرد، مسئله نامعین بودن بعضی چیزها به طور عمیق و به طور ذاتی نه بر اثر نادانی ما، به دیگر نسبیت بود، نسبیت خاص و عام که تصویر ما رو از فضایی که در این زندگی میخونیم عوض کرد. نسبیت خاص گره زد بین زمان و مکان و این دوتا رو از صورت دو موجود صلب مستقل از هم به صورت یک موجود واحد در همتنیده در آورد که دیگه نمیتونیم صحبت از این دو جهان یک سبودی و یک بودی، سبوده مکان و یک بود زمان بکنیم، بلکه ناچار شدیم از موجودات چهار بودی زمان و از زمان چهار بودی صحبت کنیم که زمان و مکان در هم تنیدن. و دیگری که این زمان و مکانی که اینجوری در هم تنیدن دینامیک دارن. و اینی که اینا دینامیک دارن ما بهش میگیم نسبیت عام یا نظریه گرانش. این تخصص اول دکتر منصور و نسبیت. منصور این نقش بسیار مهمی در کیهان شناسی داشته و همینطور در انجام نجوم، پیشرفت نجوم در ایران و که مجله نجوم هم یک مثال بارزشه که 30 سال دوام آورده و نجوم رو به صورت یک علم میان جامعه غیر متخصص ایرانی بوده انواع و اقسام انجمنهای آماتوری نجوم برکنه. من با یکی از دانشجویان دکتر منصور صحبت می‌کردم. همون شد بختم؟ خیلی وقته ای وای بر من دست من سعید کنم. اصلا هم گفتم ولی ببینید دکتر منصوری دکتر منصوری به نسبیت که نگاه کرده این رو در ایران معرفی کرده. قبل از منصوری ما نسبیت یاد می‌گرفتیم. یعنی کسی رو نسبیت کار نمی‌کرد. منصوری روی نسبیت کار کرده، روی کیهان شناسی کار کرده و به جامعه ایرانی معرفی کرده. اگر برید به دانشگاه‌های مختلف کشور و نگاه بکنید که چه کسانی این سه علم رو پیش می‌برن، مخصوصا کیهان شناسی و نسبیت عام، ریشه‌شون برمی‌گرده به فعالیت‌های علمی دکتر منصوری. دکتر منصوری با عنوان کار تخصصی علمی شاخ و برگ مسائلی که دیگران درست کردن رو درست نکرده، بلکه به مسائل بسیار عمیق علم خودش نگاه کرده. من دوتا مثال میزنم. ما فیزیکدان ها یه خورده موجودات غریبی هستیم، یه چیزی درست میکنیم بعد یه تئوری درست میکنیم که اونا رو بخونیم. ما نسبیتی درست کردیم، دکتر منصوری نسبیت رو در نسبیت خیلی کار کرده پیش برده، ولی یه تست تئوری برای نسبیت ساخته. سکسل منصوری تئوری یا منصوری سکسل تئوری منصوری سکسل تئوری برای که این اول از سوال بیشتر منصوری کار کرده بود. منصوری سکسل تئوری میاد این نسبیت رو مورد سوال قرار میده. به ما یاد میده که چجور رو بیازمویم تا صحت سوالش رو پیدا کنیم. این خیلی کار کارای زیادی کرده منصوری. مفهوم زمان، اینی که زمان چجوری تغییر شکل داده و به صورت فعلی داره، ولی یک کار بسیار مهم دیگه این که منصوری کرده مفهوم جرم در نسبیت عامه که هنوز هم امکانات زیادی توش هست، ولی منصوری خدمات بزرگی در اون رو برداشته. من اجازه بدید چون دیگه بالاخره فرصت گیرم نمیاد این احساساتم رو بیان بکنم، یک ثانیه دیگه هم به عنوان مدیر علمی خیلی کار کرده که من فقط میخوام که 3-4 تا پروژه‌ای که به ایشون برمیگرده اسم ببرم. در یکی دوتاش خودم دخیل بودم، این افتخار رو داشتم که یک قسم بار رو از یه جای به یه جای دیگه هم بکنم. همه فکر مال دیگران مثل دکتر منصوری بوده و اون یکی پروژه همکاری با سرن که تبدیل شده به یکی از بهترین فعالیت‌های علمی کشور، ساختن شتابگر خطی از صفر تا صدش در ایران باشه که آقای دکتر لامه‌ای که مسئولیت چپتی رفتن خوشبختانه در جمع ما هستن، چشمه نوری میلان به افکار دکتر منصوری بر میگرده و بسیاری این کار و تلسکوپ ایران، رصدخانه ملی ایران که اونم ریشش به منصوری بر میگرده و پیشرفت های زمان منصوری. من متاسفم که بیشتر نمیتونم بزنم، ولی تشکر میکنم از دکتر منصوری دست حدود 40 خورده سال دوستی که ازش برمید. خیلی
آقای دکتر یسروی رو الو سلام آقای دکتر یسروی، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم. از امثال حلاج مایزی نامی از این روشتی است.
کتابی هم که در بارش نوشتم رو میبینم از سر دوشتان نشاندن محفوظه که یکی عقیدن در ایران چاپ شد و من نرد کردم اما همش حساب نکردم برم یک وقتش چاپ کردم و گفتم اگر یک نفر یک صفحه مطلب را که میبروش در این کتاب پیدا کرد من جایزه میدم بنابراین هر با شر آغاز کرد با اقلانیت شر آغاز کرد همون چیزی که آقای دکتر منصوری هم در این دفتر اول آثارشون اشاره فرمودن بنابراین توسعه کشور از توسعه ذهن آغاز میشود توسعه ها تا پایگاه ذهنی نداشته باشند آسیبی به مشروطیتی که هیچ زمینه ذهنی در جامعه نداشت نه در توده ای من در اون افرادی که پیشگام بودن هم ذهن مشروطیت نداشتم من در یه مناسبی در تبریز به عنوان سالگرد مشروطیت گفتم که مشروطیت یک اصلش اینه که برمیگرده از حکم به قرار داد ولی ما مشروطیت ما رو با حکم دایره کرد و این معلوم بود که از مرحله چه بد بود ذهن آدم اینجا دو تا خطا در پیش پایشون هست یکی خطای مفهومیه ما اصلا روشن فکری را بر محور تفکر قرار ندادیم بر محور اعتراض تمام داد هر که مشتش بلند کرد و با دولت مخالفت کرد و هر دولتی باشه اون زمان دولت شاه بود اون قبل از اون دولت قاجار بود قبل از اون دولت دیگران بود اما جمهوری اسلامی هر که مشت بلند کرد در مقابل ایستاد میشه روشن فکری اما دولتی شد میشه مارکشت پس بنابراین ما تفکر را میبر در اون ندادیم ما هگل عوض میخواهم ما دکارت نداریم نیون نداریم ما کانت نداریم ولی مبارز داریم دیگه نام نمیبرن مقالاتی نوشتن کتابی نوشتن ما چرایی در آنگی زوشم دیدن پس این یک خطای بزرگ ما بود که از توسعه یا از روند سرعت روند توسعه ما کاست اما خطای شیر و سال را تعریف کردیم در زیر ماهی حقیقت و
در زندگی هر شاید باید به موقع خودش یه قدم